الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك منجيج كنان قو الله ناما كمزن مهربان و باز بكشو كنت ستاو سارا همارا بزيبيت كي هستيو دنياي اركنوكو ساچو كنت وتی بندگان پتچکین و راستین راهان رحشونی و هدایت کنو کند بدی و گناهانی پهل کنو کو درگوز کنو کند و دروت و سلام راه دیان پدرین نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آیی چک و لوگ مردم و ذریات و آیی بیل و یار و اصحابام و دروت و سلام راه دیان پشما عزیزین گندوکان ای پروگرام راج دفتره هر کجا که زندگوازینیت و می پروگراما گندگیت شما را دروت و سلام عرض کنان مروچی می 21 سرحالند راج دفتر بلوچ و بلوچستانی راج دفتر گستگین مراگش تها ما گواجه دکتر نعمت الله گچکیا هور تینت که آواجه دو برنامه تها گچکیانی باریا و خلاصه چک بلیدیانی باریا و هنچوش یک کمی هوتانی باریا گا پرتال کن مروچگین مراگش می هم بلیدیانی باره آیند که چا بلوچستان شرکی نیمگا به بلوچستان غربی نیمگا آت کند و گهو کسر کند و ای ملکان جهمنند بودند و ای پروگرام تها انشاءالله کوشش بید که چه لحظه کتاب که همه باره ها نوشتگند هم چیزی مطلب شمایی گورا پیشکنک ببید یکی چه آ کتابان بلوچستان در عصر قاجارند که واجه دکتر سپاهی ها نوشته چیشی انشاءالله دیمی برنامه یعنی تها چیشی کار گرین و پایده گرین که قاجاری دوره ها گوشه گند ولی یه کتاب خلاصه بهرا مقدمه تها کمی چه صفویانی دوره هم واجه چیزی نوشته و هنچوش دیگه کتابی به نام حکایت بلوچ کشیا دکتر محمود زند مقدمه نوشته واجه دکتر محمود زند مقدم یکی چه همه نویسوکانند فارسی نوشتیانی چکه ایدگه نویسنده یعنی پیما تهران ننشته گو کتابی بنویسی چه ای مجله یا آمجله یا چیزی جمع جور بکن بنویسی ای واجه وقت ترته ملکان و چه بازی اکادمی و اسپریشان و کماشان و سرطایفه بعضی چیزانی جمعی کتا جلد اول و دوم و سوم یه چهارمی جلدن و هنچوش رنده واجه جلد پنجم هم نوشته دکتر محمود زند مقدم که ایشیه تها بلیدیانی شجر نامه بلیدیانی شجر نامه واجه که خلیفه داد محمد راسکی رحمت الله علیه نوشته چه آیا بلیدیانی باره یا که همایان چه گچ کو کیه چه یهتن ایه دستا و ایه نیمگا گهو که سرکند آباد بودند همه ذریاتی باره یا که همکه نبیسید و هنچوش ای باره یا واجه عبدالوهاب آریا هم چیزهای نوشتگ در همه موردا که تاریخ بلوچستان و
بخش اول و آیت ها هم چیزی هست شجره نامه، شجره نامه یا ما چهمایی پشما نقل کنیم. هنچوش که پیشی برنامه یعنی تها گوشک بود با شیک نادر شاه گوشک بود. نادر شاهی زمانه گا نادر شاه تمامی ملکان گفتن افغانستان بلوچ و کلاتو آنی مگا نصیر خان نوری هم همیر تیمایت و احمد خان عبدالی هم سردارت نادر شاه در افغانستان امروزی. برای اولین بار هم ما چاریم که همه تیمین که بلوچستان شرق و غرب نیمگا یک دست و یک جاه بید و بلوچستان نام پر بید پا بلوچستان چه مکران به بلوچستان رسمیت پیدا کن. هنچوش که یه دیگه ملکان که پیسترا دیگه نامش بودتا و رندا دومی نام آیان پیربستا پیربند بودتا، هنچو که ایرانی نام پیسترا پارس بودتا یا یه دیگه ملکان دیگه نام بودتا، ادا هم نی چه همی سالا بلوچستان نام بند بید. گوڑا رنچه ایشی که نادرشاه کشگ بید ما پیسترا عرض کد شمی خدمتا که گچکیان و بلیدیان ملکانی حکومتا گبت و رنچ آیام گچکی و بلیدی حکومت کو کیچو پنجگورو گوادر سها و رند اختلاف بود شانی تها بلیدیان و گچکیانی تها اختلاف بید. ملک دینار حکومتا چه بلیدیانی دستا گبت و بلیدهی مهاجرت کد دیم پا گه و کسر کندی نیم اگا یهتا و باوجودی که نادرشاه کمک کد بلیدیانا و لشکری دیم داد تغییخانی ملک دینار وشی که من گشما تسلیما بازین مال و حراج و مالیات و توحپه تیکی داتی تگیهانا و تگیهانی گوشت من گوشما تسلیما، بله حکومتا من بلیدیانا ندیم. بوده پهمشی راضی بود تگیهان و رفت حکومت مند گچکیانی دستا تا ایشی که نصیر خان نوری که رنچ نادرشاهی کشگا اعلام استقلالی کود نه یه دیگه حکومتانی ما یارتن تو نه عبدالی خانا که نادرشاه نماینده ات در افغانستان و عبدالی خان هم نظارت کود بر بلوچستان نصیر خان نوری سراتی ما. بله رنچ نادرخانی کشگا نصیر خان نوری هم تابعداری نکود و حکومت بلوچستانش استقلالش اعلام کود و عبدالی خان هم که یهت پا جنگ نصیر خانا نتوانتی که نصیر خان نوری ها پروش بدن و ناچارا راضی بود پا یک سهل و صلاحی که بله تو نصیر خان نوری هر وحدی که منا دیگ جاهی و دیگ ملکی جنگی گفت منا نفر و نیرو بده، بله مال و منال و حزینه و حق و حقوق مواد حرج کنم. گوده همه حسابا شان سهل کد و نصیر خان نوری قدرت هنگه گشتر بود و نصیر خان نوری هم ملک گران کتن و چه همه ملکان همیشه که یه حد پک کیه چی نیمگا و ملک دیناری کلاتی هنگفت و ملک دینارش تسلیم بود، رنده ملک دینار کشک بود، رنده آیه چوک هم هنچوش نی این ملکی گفتند آبلوچستان و حتی
به این منطقه گوه که سرکند نیمگا هم آیه نیرو و لشکر آد کند و دزدک و سراوان هم نصیر خان نوری و تی اختیار و قدرت دریارد. نی این باره که این فارسی هند که ما همچه واجه دکتر سپاهی کتابا فایده گیریم. این دوری که نصیر خان نوری حکومتند و نادر شاه افشار کشک بیتگد، حکومت کریم خان زند شروع بود در فارسا. کریم خان زند در سال 1165 هجری کمری حکومت و حکمرانی گفت ایران و فارس تهایه. همه وحدی هم آنگو نصیر خان همه بهترین روچانت هم تو بهترین قدرتمندترین روچت که نصیر خان نوری برز شد اگد. آیی قدرت و فوج و سپاه برزد و آیی ملک گیری چه هر نیمگی یا گیش بود اگد. گیر چه ملک کلات و این منطقه درو هم آیی دست چیرایتند کیچ و سراوان و دزدک و این منطقه تا بازین جاهی نصیر خان نوریا و تی حکم چیرا کد. نی رنچ مدتی که نصیر خان نوری حکومت هم هستد می روچنندی مکران و بلوچستانی تها و ایران بلوچستانی تها چار قدرت و چار طایفه چست بود. همه تیمند که ما چارین که نادر شاه تیم خلاصن اونگو زندیه یعتق زندیه گیشوتی جنگ و جدالان مرکزی نبید، عبدالی خان گیشوتی تصرفات در افغانستان نیمگه نبید و اینگو تقریبا یک کرنی در بلوچستان چایی چا حکومتان و تواجهی کتا. ای چارین طایفه ها مستقل بودتگه. بزرگ زاده یا دزدک و سراوان و بازین جاهی چه خواشا، یعنی همیه تایماتی ما هم بزرگ زاده یان چه پیشی حکومتا و تی حکم گرند چه آیانی دستا و حکمرانی کنند. و دومی طایفه بلیدهی بید که همه زمان اگه که نصیر خان هم و تی قدرت سرین در کلات و بلیدیان هم همه موقع رنچشی که آیانی ملک و پایتخت در کیچ و مکران و پنجگور و گوادر چه آینی دستا گرگ بند و گچکیا ملکا گرند ملک دینار ملکا گرید ایشا هم بازینی همه منطقیانی آیند. این منطقیانی تها بلیده یا گوڑا در گه کسرکند و همه منطقیان و تی مرکز و جهمنین و کلاتنشین بند همه ملکیان قدرت گرم و هنچوش لاشاریان لاشاری کم هم چه آم محدوده یه که بلیده یانی حکمرانیت چه شمال کسرکند بگر یعنی کوهانی تها تا اینکه رسیب بومپوری حد حدودان لاشاریان این منطقه هم حکومت کتا که انشاءالله ما یک یکی پا همی باره همی داخلی حکمرانان و حاکمانی باره گپ کنیم. چارومی طایفه هم که همی تیما که نصیر خان بر سر کارند واجه دکتر زند مقدم هم گوشید و واجه دکتر سپاهی هم شیعه یارگه که چارومی حکومت چارومی بله قوم ناروی بید. ناروی که از همه قدیم و ندیم در شیرهانی چوک نماسگند شیرهان یگنانی که همه سراوان و همه مناطقی که چه همون گوی نارویان چه سیستان که یایند همچون دیم پا سرحد و یایند دیم پا رودبار و یایند دیم پا
نصرت آباد و بزمان و یایند بمپور. بمپور هم ملکانی حکومت دور بید و ملک شاه جهان عالم آخرین حکومت بید این منطقه چه ملکان. گونه نارویان هم این منطقه یایند و ملک حاکم آیان تحویل گرید و آیان منطقه و کهچردن و گو آیان سانگبندی و رشته پیدا کند. ایشی هم در مورد نارویانی حکومتند که انشالله ای چارین حکمرانانی باره هم گپ بید. پس چار حکومت بزرگزاده، بلیدهی، لاشاری، ناروی یا شیرهانزهی و ایشا ای چارینا در این همیت زمانی که نصیر خان نوری حکومت اونگو هست ایشا هم و تی منطقه قدرتا گرند. نمرو چی ما بس در مورد ناروی یا در مورد بلیدهی یا گپتال کنین و پیش آیا من چه واجه کوتی حکم فرمانا دستبندی کنند که شجر نامه هست و شجر نامه بدند که من همایی سرا حبر بکنم. این شجر نامه بلیدیانی گند که واجه عبدالوهاب آریای کتاب تها آد که و این واجه هم شده چه نزدیکین و همه کسانی که جاهی آرتگند و این شجر نامه ای چه همایان گبتگ و ادا نقل کنگ بید که آیانی شجر نامه بلیده یعنی که ای طرف ها یهتگند آیانی شجر نامه یا گوشید. این شجر نامه که شما گندگید و ادا که ای مشکب سرید تو شما را رهشون یکند بلیده یعنی چه میر بدرالدین ها آ چیزی که انشالله من چه واجه خلیفه داد محمد راسکیه خلیفه داد محمد بلیدهی که یکی از علما و عارفان و از پیران و ریشسفیدان بلیدهی در راسک بوده و من هم واجه ها بارها ملاقات و زیارت کته و بازین حال احوالی هنگی باره من چه واجه جز کتگ واجه از کسانی که در بلیدیانی باره یا شهر زندکارد آیی شان بلیدیان یه منطقهی پهچ میر بدرالدینی نسل زند. میر بدرالدینی نسل سه جاها میر دورا، میر حسین، میر داد کریم. واجه گوشید که من در مورد میر دورای چوک نماسگان چیزی نزانم و بس در مورد میر حسین و میر داد کریمی چوک نماسگان گپ کندی شجره هم. میر حسینی شجره و رشته رو به یک طرفی به میر دوستین و آیه رند میر عبدالکریم یک طرفی میر حسین رند رو بدرو میر بدرالدین دوم پدا یوسف خان اولی نواب خان اولی یوسف خان دومی تا نواب خان دومی پدا چه نواب خان دومی رجنه روت دو جاها یکی خالد و عظیم و آ چیزی که مشهورترند چه میر نواب خان دوما حاجی کریم بخش سیدین حاجی کریم بخش سیدی مرحوم رحمت الله علیه یکی چه سران بلیدیت که چند دوره واجه نماینده مجلس هست از چابهار بلوچانی نماینده هست و آیه چوک کرند سید محمد علی که محمد علی چوک صلاح معین و سینایند بله چه یک طرفی دیگه میر بدرالدین چوک نماسگام چه میر داد کریم نیمگام ید به میر رضایی چه میر داد کریم اول
چه میرداد کریم اول یت به میرتاج محمد، چه میرتاج محمد دو رند جاهبم، چه میرداد محمد دو رند جاهبم. یک رندی میرداد الله رندند که میرداد الله رند میرتاج محمد، میرداد الله کمیتگی محمد علی مرحوم محمد علی نادری و ای چوک شهرام. چه یک طرفی دیگر میرتاج محمد اول رند پا میرجام محمد رود، میرجام محمد میر مولداد، میر مولداد میرجام محمد دومی، میر شیردلهان و همایون. میر دولداد میر مولداد دومی رند را حاجی محمود خانند، ما راسک احمد خان، محمد خان و این رند را هم. چه این چیزیت که واجه عبدالله واجه عبدالوهاب آریا یا این شجره نوشته گه چه بلیده یا نیمه گا که ما آیا انشالله شمی دیما مهربانی واجه حکم کوتی نیم واجه دکتر سپاهی همه چیزانی که من شما گرا هنچو گشتن ای به فارسی ها کتاب واجه نوشتگی که رنچ نادرشاه دوین سرداران چونگو عبدالی خان و اینگو نصیر خان و نوری ملکش گفت و هنچوش خزیمه در سیستان و کائنات اعلام استقلال کرد و هنچوش نصیر خان و تی قدرتا بازی منطقه دیما برد، نواحی کرمان و دزک و گوشی فت کرد و ایک مچیا هم واجب شجره یاریت از طرف آقای پیروز مجتهد زاده، آقای دکتر سپاهی از پیروز مجتهد زاده نقل کند که آقای گوشی امیران و مرزدارانی کتاب و لکپڑ واجه و تمام بلوچستان قدرت آی دستایی. همین مطالبی که من شمی خدمت پیسرا عرض کتند، حکومت زندیه، حکومت زندیه در سال 1165 کریم خان زند بنیاد کرد و نصیر خان نوری ای وحدی در اوج قدرتت و وات واجهو وات میرو وات ملکت. نی همه سالان تها چار طایفه هم برزی آیند و وتی منطقه حکمرانی یا حکومت محلی ها به دست گرند، یکی چه آیان بزرگزادیان تن که قدرتش گفت در دزدک و تا حدی خاش دزدک و شستونو تا حدود خاش و رندی هم بلیده یانتن که بلوچستان یک حدودی هم آیانی قدرت چیرایه هست و آیانی مرکز گه و کسرکندت و آدگه قدرت چارومی هم نارویانتن که گوشی که رنچشی که ملک شاهجان عالم برکنار کود نارویان ملک گرند. نی واجه گوشید که ای تیما بلوچستان 100 سال نه همه فارسی متننتی بلوچستان به مدت 1 قرن نوعی حکومت مستقل داشته است و هنگامی که قاجارها در صدد پیشروی در این بخش برآمدند، بلوچستان به همجواری با هندوستان مورد توجه کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس قرار گرفته بود. نوعی واجه همیشه دکتر سپاهی آگوش که 100 سال تقریبا بلوچستان حالت استقلال و واجه بوده. ای تیما هم زندیان هیچ کاری کتن نکوت و قاجارا هم نتواند دیما بیاین و همی تیمین که ما گندین که استعمار انگلیس
و استعمار فرانسه و قبل از آیام میر حملی زمانگا و صفویانی زمانگا پرتغالیان. اگر ما بیاین شیوات جدا یک مزنین موضوع بحث بید، بحث مبارزه و جنگاوری بلوچان و استعماری قدرتان، بلو استعمار پرتغال که هرمزی گفتنگه، هرمز و جزیره هرمزی گفتنگه تو یهد کلا تیسی گفت و هماهد که میر حمل، میر حمل جانفشانی او هوتکوما گوتکوما پرتغالیانی برحال بارها شکست داد، ولی آخر آیام توری و ترهی و رهبندی پیش کود که میر حمل به دریای بیاید و ناگتی و ناگمانی میر حملات دستگیر بکنند. و هنچوش ما چاریم که رنچ ای جنگ جهانیانی که بند استعمار به دنبال نوکین مادن و نوکین مفتین کارگر و مفتین نیروی کار لوتند. شید که پرتغالی ملکانه یه دیم پا منطقه خلیج ها و دیم پا این ملکان رند چاریند که اسپانیاییت، فرانسیییت، پرتغالیت و چمش پا هندی ملکان کتاگ هندوستانی. همه هم که هندوستان ها گرند و یک ست سال انگلیس و دا حکومت کن و همین مدت هم دلمانه گبند که آیانی راه و رهگوز دیم پا مکران و بلوچستانی نیمگا بید، ولی بلوچستانیان جانفشانی کنند. یک طرفی همه دا نصیر خان نوری هند و رند ما گیندین که همه زمانگانی که دوست محمد خانی زمانگا و پیسرتر بید، ما چارین جنرال دایر هم مزنین کتابی به نام مهاجمان سرحد نوشته که ما چارین که سرحد کم تا چه اندازه مبارزه کته در بلوچستان بر مقابل انگریزا و نشتگش که آیام گرچه حتی برای مدتی کوتاهی در بلوچستان و در خاش و کلات خاش و این منطقه تفتان نیمگا و این حکومت کته، بله پدا همیه کم رنچه ایشی که ساری کته گو چارتگی نه انگریز هدف شومی هدفی گو انگریز مقابله کته شکستی داتگن شهیدش داتا و همان یکی نامین که هنگت هستن به اسماعیل زهی و گمشاد زهی و و یه دیگه فامیلانی که در به هر حال منطقه سرحد و خاش نیمگا گو انگریزش مقابله کته و اونگو هم نصیر خان نوری و هنچوش در مکران نیمگا خلیفه خیر محمد و پنوج نارویانی زمانگا شیرانیانی زمانگا اعلام جهاد کند و بازین شهادتی دیند و نیل خط تلگراف انگریز رد ببید چه منطقه یا و برو به بصره یا سر ببید که انگریز یک رگ حیاتیت یک ارتباط و حوریت که تلگراف راه بدند از هندوستان تا بصره یا. بله نیمه بحث مروچی همه خاصن پا بلیدیانی باره آین که بلیدیان هم یه هم پا فارسی نوشته که اگر من فارسی بوانا گوده گوشه که زودتر وانه که بید دراجیم. خب این تاریخ سلسله بلیدیان مکران واجه گوشید که آقای دکتر زند مقدمی کتاب هست که من چه همایی وانگان جلد چهارمه گوشی که ما ربطیم راه کفتیم که شجره نامه یا بگیندین که واجه خلیفه داد محمدی گورین راست که او دا نهت. بالاخره ما به کوشش واجه حمیدالله سردارزهی ما را پتکوپی رسید و آن شجره نامه همه پیمی که منی دستار رسته و آقای زند مقدم گوشید مه ای کتابی تها یارته و اگر شی گورا تگلی چیزی همانند انشالله زندکارا ای باره کمک بکنن ای تگلا بگرن تو گون، ولی من چه همایی یا چیزی وانام ای هم فارسیه. گوشی که چنان که میگویی طایفه بلیدیان از بر عمان به سرزمین مکران آمده اند و در عمان شهریست به نام بلیده موسوم
ببلیده موسو و ایشان از سرکردگان آن حدود بوده هند. یعنی بلیدیان از بلیده یه تگند و در و آیانی همراه هم یک قومی به نام بر هم هور بوده که یه تگند به مکران و کیچ و هنچوش تاریخچه ما بیان کرد که هور بنگو گچکیان ملک گرند. واجه هم گوشید که ایشان داهی مذهب بوده اند. در این وقت دین داهی در مکران نفوذ پیدا کرده بود و داهی مذهب شدند و گرگوشی که جد اعلای بلیدیان که ابو سعید بدید آواجه هم در آیه کبر در فراه هلمند و افغانستانی نیمگاهیند نو ایواجه دیما اشاره کند که شیحان آچیزی که گچکیان به هم گوشی که مثل بلیدیان داهی مذهب زگری بودند. بعد بلیدیان باهو دشتیاری کسیر کند گه و بنتا ملک چیدگان ملک چیدگ و تومپ پیشن تا قلعه سرباز حکومت می کردند. در زمان نصیر خان اول که خان کلات بلوچستان بود با بلیدیان جنگ و جدال می کرد. بلیدیان و گچکیان مشرف به دین اسلام شدند. سلسله بلیدیان قدیم که در کیچ مکران حکومت کردند بنده از نام ایشان یادداشتی نکردم، ولی همه پیم که ما پیسر آیی باره گوشت از ملک سعید بگیر تا ملک بلال یا شه بلال که آخری گد که شهید بید تو کشگ بید گچکیانی دستا آخری همایانتند که پیسری برنامه ها ماشما گوشتن. به تاریخ مکران لغب ایشان شیخ یا شیخ یاد کرده، شاید همان شیحان مدتی به بلیدیان قصرکند ادامه داشتند. ایشان را به شیخ عبدالله، شیخ دی محمد، شیخ دوست محمد، شیخ شفی محمد، شیخ احمد، شیخ احمد نام بودند. شیخ نور محمد و غیره من فقط از میر بدرالدین اول شنیدم، واضح بیان میکنم. و میر دره که همه شجره من شما را پیش داشت، میر دره فرزند میر مراد که مردی شجاع جنگاور بود نمیدانم، برادر میر بدرالدین بود یا برادر زاده اش. در آن زمان طایفه بریچی که هندوستانی تن که به وسیله کشتی به بنادر ساحلی تیس حمله می کردم. میر دور و میر حسن و میر بدرالدین با کمال رشادت به نبرده های دلیرانه ایشان را شکست می دادند. حتی که در بعدها در اشعار بلوچی هم آمده بود که می گفتن دورا مزن زهم اد نهند، حاجی حسن زندگ نهند. اید در مورد همه شجرهان که واجب بیان کند. بعد گوشی که بنده از احفاد اولاد میر دورا اطلاعی ندارم، فقط در مورد میر اولاد میر بدرالدین اطلاعاتی نوشته ام. خب نی شجره نامه، این شجره نامه ای که من شمی خدمتا چیکوت میر بدرالدین ای واجر رو فقط به میر حسنی اولادا. دوم میر حسن فرزند بدرالدین اول، بعدش میر حسن فرزند میر بدرالدین اول و بعدش فرزند چهارم میر حسن میر شیرخان و بعدی میر بدرالدین دوم فرزند اول میر حسن و بعدی هم میر بدرالدین فرزند میر حسن، میر عبدالکریم فرزند میر دوستین، میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین دوم، میر شهدوست فرزند میر یوسف خان، بانو ناز خاتون دختر اول میر یوسف خان، بانو صدگنج و دختر میر یوسف خان، بعد میر گل محمد فرزند میر یوسف خان، بانو گلی دختر میر یوسف خان و دوم میر نواب خان فرزند میر حسن خان، بانو عایشه دختر میر نواب خان پارودی، میر یار محمد فرزند میر نواب پارودی، ملا میا خان فرزند میر نواب، بانو شروع
دختر ملا میاخان پارودی، بانو ناز خاتون دختر ملا میاخان، بانو زرگل دختر ملا میاخان پارودی، محمد خان فرزند ملا میاخان فارودی، میر صاحب خان فرزند ملا میاخان فارودی، ساره دختر توتی ملک، عایشه دختر توتی ملک، میر محمود خان فارودی فرزند ملا میاخان، میر نصیر خان فرزند ملا میاخان و هنچوش سلسله فرزند سوم میر حسین که میر دوستی نام داشت. ایشا ادامه پیدا کند و ایشی هم مزنین شجره نامه ای که بلکه وقت اجازه مده، بلکه میر حسن بدرالدین اول به فارسی و من هم به فارسی وانم. از میر حسن و اولادش آنچه میدانم ذکر میکنم. تیره از بلیدیان که به قصرغند متمرکز بودند ایشان را گمشادزهی میگویند و با میر دره و میر حسن قوم خیشند، ولی من بی اطلاعم که چگونه پیوند دارند. فقط از میر حسن آنچه شنیدم در حفظ داشتم. میر حسن و میر دادکریم هر دو اولاد میر بدرالدین اول هستند که به بدروخان مشهور بود. همه بلیدیان رودخانه سرباز تا پیشین از نسل میر حسن و میر دادکریم هستند، بلکه بعضی از بلیدیان کسرکند و هم به ایشان ملحق گردند. اولا از میر حسن و اولادانش تذکر کنم و بعدا اولاد و احفاد میر دادکریم بیان می‌گردد. میر حسن فرزند میر بدرالدین اول، در مورد میر حسن گپ جواجم، میر حسن فرزند میر بدرالدین اول، میر حسن به قلعه تومپ حاکم بود. گچکیان کیچ به اتاق فرمان ممکنه 15 دقیقه اضافه کنه واجه حکم کوتی. بله انشاءالله که می برنامه بیل کم که گشته روید تا ما بتوانی شجره نامه یا بوانی. پس میر حسن فرزند میر بدرالدین اول، میر حسن به قلعه تومپ حاکم بود. گچکیان قلعه کیچ به همراهی هوتان هوتان تومپ با میر حسن دشمنی داشتند. به راهنمایی پنهانی هوتان با گچکیان میر حسن را قتل نموده، قلعه را تصرف کردند. فرزندان میر حسن، میر بدرالدین، میر نواب خان، میر دوستین، میر شیرخان و میر بدرالدین به قلعه پیشین بود و میر نواب در قلعه پارود و میر دوستین در قلعه سرباز حکومت وقت خود بودند. چهارم میر شیرخان که به تومپ ازدواج کرده متمکن بود، نسل آن در تومپ تا اکنون باقی است. فرزند چهارم میر شیرخان میر شیر فرقه از گچکیان تومپ که ایشان را شیرخانزهی میگویند، پس از قتل میر حسن پدر میر شیرخان و برادران هر چهار فرزند ایشان در قید حیات بودند. میر دره که برادر میر حسن بود نیز در قید حیات بود. در کسرکند، گه و دشتیاری، باهو و حدود ساحلی همه تحت تصرف ایشان و میر دره بود. هر یکی به اطراف خود لشکرکشی نموده، متفقا تومپ را محاصره و اطرافش را تصرف کردند. قلعه تومپ دوباره به دست گرفتند و هوتان از این مسئله بیمناک شدند. هوتان از بیم ایشان کوچیده و به گوادر رفتند. مدتی بعد هوتان نزد ایشان آمده معذرت خواستند. ایشان از جرم هوتان درگذشت و بخشیده شد. دختر هوت میر واجداد را که بانو مهرملک نام داشت با میر دوستین فرزند سوم میر حسن و فرزند بدرالدین ازدواج کردند. پس از فوت میر دره گچکیان بار دیگر تومپ را از دست ایشان گرفتند، به طور کلی از تومپ خارج شدند.
و رسد به میر بدرالدین دوم، فرزند میر حسن اول، میر بدرالدین دوم. بعد از فوت میر بدرالدین دوم، پیشین، باهو، دشتیاری، حدود ساحلی را سدازیان از دست ایشان گرفتند. میر نواب پارودی که برادر بدرالدین دوم فرزند میر حسن و میر دوستین سربازی که فرزند میر حسن است، این دو برادر جمعوری جنگ ایشان را گرفتند. حدودی با حدود باهو به مجادله و مقاتله پرداختند. میر نواب پارودی با جمعیت زیادی از بران و غیره دست سدازیان کشته شدند. پس میر نواب پارودی با جمعیت زیادی از بران به دست سدازیان کشته شدند. میر دوستین که حاکم سربازت، میر دوستین بنپور رفته و از مهراب خان ناروی حاکم بنپور تقاضای کمک کرد. میر مهراب خان همراه با لشکری از ایشان و همراه با حتی اولیایی های چام به جنگ دشتیاری رفتند و پس از مدتی با هم صلح آشتی کردند و میر یار محمد که یکی از فرزندان میر نواب مقتول می باشد، پس بنابراین بعد از جنگی که میر مهراب خان به آیان کمک کرد، شا صلح کرد، ولی دوباره صلح پرشت. پس از مدتی با یکدیگر صلح آشتی نموده. میر یار محمد که یکی از فرزندان میر نواب خان مقتول می باشد، یار محمد دوزهمی را که هیئت کسرکند می آمدن، یار محمد بلیدهی با کمک بران بافتان و غیره، یار محمد صدازهی را عوض خون پدر خود میر نواب خان یار محمد صدازهی را کشتن. از آن تاریخ به بعد دشتیاری و باهو حدود ساحلی تا کبلها از دست بلیدهیان خارج گشت. فقط گه، کسرکند، سرباز تا پیشین به ایشان باقی ماندند. هر یکی به حدود مقرره خود تا به اولاد و احفاد سکونت می داشتند. چنانچه اولا ذکر کردم، یعنی خلیفه داد محمد دارد ذکر می کند در شجره نامه که میر حسن 4 فرزند داشت و فرزند 4مش تنب سکونت نموده، همانجا فوت کرده. بعد میر بدرالدین فرزند میر حسن، که در قلعه پیشین بود، همانجا فوت میکند. میر بدرالدین 2 فرزند داشت به نام یوسف خان و دختر به نام بانو مهدیم. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی که برادر زاده میر بدرالدین هست، با بانو مهدیم ازدواج می کند. اسم فرزندان بانو مهدیم و میر عبدالکریم در سلسله میر دوستین سربازی بیان می گردد. میر عبدالکریم فرزند شجره بعدی، میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی که جانشین پدرش میر دوستین در سرباز بود، پیشین را از دست میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین دوم گرفت و حواله فرزند خود به نام عبدالرحیم کرد. و اما میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین، میر یوسف خان فرزند میر بدرالدین دوم، اولا با یکی از ولیدیان ازدواج می کند. میر گل محمد و بانو گلی از آنها پیدا می شوند. بعدا اینها بافتان آمده و در قلعه بافتان سکونت می کنند. دختر حاج محمد بر موسوم به بانو خدایی وصلت کرده و 2 پسر،
به نام میر نواب و میر شهدوست و دو دختر به نام بانو نازهاتون و بانو صدگنج پیدا می شوند از اینها. و اما بعدی میر نواب خان فرزند میر یوسف خان، از میر نواب بافتانی یک پسر به نام میر یوسف خان و یک دختر به نام بانو مرادبیبی پیدا می شود. و بعدی میر شهدوستخان فرزند دوم میر یوسف خان. میر شهدوست از میر شهدوست میر جنگی و بانو مهری ملک پیدا می شوند. پس از میر شهدوست میر جنگی خان و بانو مهری ملک پیدا می شوند. و نفر بعد بانو نازهاتون. بانو نازهاتون دختر میر یوسف خان، بانو نازهاتون را که میر جام محمد فرزند تاج محمد راسکی ازدواج می کند، از بانو نازهاتون یک پسر و دو دختر پیدا می شود. یک میر مولادات خان و بانو شهربانو و بانو سلطان ملک. و اما بعدی بانو صدگنج و دختر میر یوسف خان هست. از بانو صدگنج میر دور محمد و میر حسین پیدا می شوند. بانو صدگنج را میر دوستین فرزند میر تاج محمد ازدواج کرده. دو فرزند به نام میر دور محمد و میر حسین پیدا می شوند. و شجره بعدی میر گل محمد فرزند میر یوسف خان. از میر گل محمد که فرزند میر یوسف خان است، میر غلام محمد جد مادری میر جمعه خان پیدا می شود. مادر جمعه خان خواهرزاده مادر سید محمد فیروز آبادی است. و شجره بعدی بانو گلی، بانو گلی، بانو گلی دختر میر یوسف خان است. از بانو گلی بانو هدایی، از بانو گلی و بانو هدایی و مادر لشکرخان بهرامزئی نبیرگان بانو گلی هستند. بانو هدایی و مادر لشکرخان لشکران بهرامزئی نبیرگان بانو گلی هستند. بانو مهدی خواهر میر یوسف خان و دختر میر بدرالدین است. بانو مهدی را میر عبدالکریم فرزند میر دوستین برادرزاده میر بدرالدین نکاح می کند. اولادان میر بدرالدین از اینجا تمام شدند. پس سلسله میر بدرالدین تا اینجا کاملا تمام شد. و شجره سلسله بعدی که دوم میر نواب خان، میر نواب فرزند میر حسن، میر نواب فرزند میر حسن و اگر دوباره خب نه وقت بلیده ای لپتاپ رو اگر لطف بکنه ها. خب ما تا حدود رفتیم. الان میر نواب خان، میر نواب خان دوم چه ادما شروع کنیم؟ میر نواب خان دوم چه ایده سلسله شروع بید که شیا شما اگر دلگوش بکنه میر دوم میر نواب خان فرزند میر حسن خان، میر نواب خان فرزند میر حسن خان. میر نواب فرزند میر حسن پاررود سکونت می کند. اولادانش بیان می گردند. میر نواب سه فرزند دارد. ملا میا خان که بعدن جانشین وید شده در پاررود می زیست. ملا میا. دو میر یار محمد که قلعه هیت کسرکند به دستش بود. سه بانوک عایشه. اما بانوک عایشه دختر میر نواب پارودی. بانوک عایشه را میر تاج محمد راسکی نکاح می کند. میر تاج محمد راسکی نکاح می کند و فرزندانش به سلسله میر تاج محمد
نام میبرم. میر یار محمد فرزند میر نواب پارودی. میر یار محمد فرزند میر نواب پارودی. مهربانی واجه. میر یار محمد فرزند میر نواب پارودی. میر یار محمد فرزند نداشته، بلکه نسل دختری گه و کسرکند باقی مانده. من اطلاعی در این باره ندارم. عمدکاری که از دستش برآمده عوض خون پدر خود میر یار محمد دوزهمی را، صدازهی را با عده از همراهان به قتل گذاشته و این نامش به یادگار مانده. و اما ملا میا خان، ملا میا خان فرزند میر نواب. ملا میا خان دختر عموی خود میر دوستین سربازی را که به بانو ماهکان نام داشت ازدواج کرده. 4 پسر و 3 دختر داشته است. پسران نصیر خان، میر نصیر خان و میر محمود خان و میر صاحب خان. میر محمد خان 4. پس ملا میا خان فرزندانش میر نصیر خان و میر محمود خان و صاحب خان و محمد خان. و دختران بانو زرگل، بانو ناز خاتون و بانو شروع. اما بانو شروع دختر ملا میا خان پارودی. بانو شروع اولا شهیدی محمد کسرکندی نکاح نموده و دختری به نام بانو مهلکا پیدا می شود. بهرام خان و میر شهکولی و شهکولا فرزند مهلکا می باشد. پس از فوت شهیدی محمد، سردار میر مراد گچکی آن را ازدواج می کند. سردار نادرشاه بانو ماهکان، سردار نادرشاه بانو ماهکان از او پیدا می شوند. بانو شروع فقط همین 3 فرزند داشته. و بعدی بانوک ناز خاتون دختر ملا میا. دختر بانو ناز خاتون را میر دادالله فرزند میر عبدالکریم ازدواج می کند. اعقابی از میر دادالله باقی ندارد. پس از فوت میر دادالله بانو ناز خاتون را میر درای گچکی نکاح نموده. 3 دختر به نام دره ملک و بانو زرهاتون و بانو مرادبیبی پیدا می شوند. و دره ملک را سردار میرداد نکاح می کند. میر قادر بخش بانو جمال خاتون پیدا می شوند از او. و روز خاتون را محمد خان تربتی نکاح می کند و میر دره پیدا می شود و مرادبیبی. و مرادبیبی را میر گوهرام تربتی نکاح می کند که سید محمد و ارز محمد پیدا می شوند و دختری به نام بانو زرگل میر حسن. اما بانو زرگل دختر ملا میا خان پارودی. بعدی شجره بعدی بانو زرگل را فرزند بانو زرگل را میر حسن فرزند میر تاج محمد راسکی نکاح می کند. 3 فرزند دارند: شی مهراب، بانو فاطمه، بانو مهدیم. و اما محمد خان فرزند ملا میا خان پارودی. محمد خان فرزند 4، محمد خان 4 فرزند به نام ملا عبدالملک، ملا رحمدل، ملا کندل پارودی و شی مهراب پیرزابادی داشته. فرزندانش پارود و فیرزاباد موجودند. و بعدی میر صاحب خان فرزند ملا میا خان پارودی. ای واجه ملا میا خانی چوکانن. و اما میر صاحب خان، میر صاحب خان 3 فرزند داشت به نام میر یار محمد، بانو مهجان، توتی ملک، یار محمد، بانو فاطمه. بانو فاطمه دختر میر حسن را نکاح می کند. پس میر صاحب خان 3 فرزند داشت: میر یار محمد، بانو مهجان و توتی ملک. یار محمد بانو فاطمه دختر میر حسن را نکاح می کند. بانو دربیبی از وی پیدا می شود. بانو دربیبی صاحب خان، بانو دربیبی صاحب خان از آنها پیدا می شوند. دربیبی مادر
میرگوزبخش بیزنجو است که در پاکستان شرقی. پس بنابراین میرگوزبخش بیزنجوی ماد از بلیدیانند و از پارودند. و یک زمانی میرگوزبخش بیزنجو که چه اونگو زهرکهر بیت یه ملکاید و تا همه ملکی آبند زند و دی ماتی ملک زند. پس دوربیبی مادر میرگوزبخش بیزنجو است. بانو مهجان را حاجی مراد دادخان نکاح می کند. حاجی محمود راسکی و بانو شروع مادر حاجی مراد جان حاجی مراد جان پیدا می شود. از محمود خان راسکی و بانو شروع حاجی مراد جان بود پیدا می شود. توتی ملک را میر شیردل فرزند محمود خان نکاح می کند. سه فرزند داشتند به نام حاجی نادل و دخترانش بی بی ساره و عایشه. فرزندان حاجی نادل دورین و گل بی بی هستند. دورین بی اولاد مرده و گل بی بی را میر کمال خان ازدواج نموده. فرزندان گاجی خان با دو خواهر هستند، یکی را مولی عبدالله دبکوری پدر مولانا عبدالعزیز و مولانا شیخ عبدالرحیم ملازاده از همین جا هستند که با بلیدیان وصل می شوند. پس بنابراین از فرزندان حاجی نادل دورین و گلبیبی هستند. دورین بی اولاد مرده و گلبیبی را میر کمال خان ازدواج نموده و فرزندانش گاجی خان با دو خواهر هستند، یکی را قاضی بلوچستان و رهبه عالم بزرگقدر بلوچستان که اولین کسی که علم و فقاهت را برای اولین بار به طور کامل در بلوچستان آورد و شاگردان خوشنامی از او به یادگار ماندند به نام قاضی خیر محمد فیروز آبادی و قاضی عبدالصمد سربازی که شجره و نتیجه علم مولی عبدالله بودند و آنها علم را در منطقه خود باز نشر کردند. مولی عبدالله ازدواج می کند. فرزندانش عبدالحق، عبدالرحمن، برادران و شیخ عبدالرحیم، برادران مولی عبدالعزیز هستند و خواهر دیگر گاجی خان را عیسی خان مبارکی ازدواج می کند. و خواهر دیگر گاجی خان را عیسی خان مبارکی ازدواج می کند. دارای یک پسر به نام میر بلوچ خان پسر عیسی خان مبارکی است. پس از پارود که هم لاشاریا و هم مولانا عبدالله ملازاده در وصلت شریکند. و شجره بعدی ساره دختر توتی ملک. ساره را لشکران شنبزایی نکاح کرد. فقیر بهادر حیاتان و غیره که در پارود هستند پیدا می شوند. پس فقیر بهادر مرحوم و حیاتان از بی بی ساره هستند. بعدی عایشه دختر توتی ملک. عایشه را جنگی خان نکاح می کند و فرزندان آنها محبیبی و میرهوتی پدر نهدوت در زیارجا هست. مادر شیردل پارودی دختر عایشه است. و بعدی میر محمود خان پارودی فرزند میر ملا میا. میر محمود خان پارودی 4 پسر و 4 دختر داشت. پسران میر شیردل، میر دینار، میر یار محمد و گاجیهان و فرزندان ایشان در پارود و سرباز هستند. اما میر نصیر خان فرزند ملا میا خان. میر نصیر خان فرزند زیاد داشته. مشهورترین آنها میر نواب خان پارودی و میر درای دبکوری می باشند. دهکوری دبکوری می باشند. من نتوانم همه را به نام و نشان بنویسم، یعنی خلیفه داد محمد گشگیم. هر که اولادی باشد خود را ببرد به نصیر خان برساند. فرزندان میر نواب خان، فرزندان میر نواب، فرزند میر حسن همینجا خاتمه پیدا کردند.
مادر میر رحمدل پارویدی یا کوهروکی نیز دختر نصیر خان است. بانو شهبیبی هم دختر میر نصیر خان است. اولادانش در تومب موجودند. نوشیروان و میر شیردل از همان نسل ها هستند. میر نصیر خان خواهر میر خواهرش خواهر امه رسول خواهر میر رسول سیبی را نکاح می کند. میر نصیر خان خواهر امه رسول سیبی را نکاح می کند. یک فرزندی به نام بخت بیبی پیدا می شود و اولادانش در پارود می باشند. سلسله میر نواب پارودی تمام شد. سلسله میر نواب پارودی تمام شد. سلسله فرزند سوم میر حسن که میر دوستین نام داشت. میر دوستین در قلعه سرباز سکونت داشت. بیان میکنم میر دوستین بانو مهری ملک دختر میر واجدادان هوت تومپی را نکاح میکند. کسه فرزند داشت؟ میر عبدالکریم، بانو ماهکام، بانو فاطمه. یادم رفته بود همه اولادان میر دوستین را به ردیف نوشته ننمودم. بدانید که میر دوستین یکی از رئیسان پیردان نکاح کرده بود. بانو امینه پیدا شد. بانو امینه را میر عمر رند نکاح می کند و میر عمر زئی و میر شیران گلزار پیدا می شوند و بانو گلگزار و گلعزار بانو گلعزار را میر صاحب خان نکاح می کند. بانو مهجان را میر یار محمد جد میر گوزبخش بیزنجو پیدا می شود. و اما بانو فاطمه دختر میر دوستین، بانو فاطمه را میر شفیع محمد از بلیدیان کسرکند است نکاح می کند و فرزندان میر مراد محمد پدر بانو مهرملک و حاجی محمد حسن می باشند. اما بانو ماهکان دختر میر دوستین، بانو ماهکان را قبلا گفتم ملا میاخان پارودی نکاح می کند. 7 فرزند داشت نام گرفتم. میر عبدالکریم فرزند میر دوستین سربازی. میر عبدالکریم اولا بانو مهدیم دختر میر بدرالدین را که عموزادهش بود نکاح می کند. 6 فرزند داشت: میر دادالله و میر عبدالرحیم و عبدالوهاب و بانو ملک ناز و بانو دوربیبی و بانو نوربیبی. بعدی اول میر دادالله فرزند میر عبدالکریم. میر دادالله بانو ناز خاتون فرزند ملا میاخان را ازدواج نموده. میر میا میر دادالله بانو ناز خاتون فرزند ملا میا خان را ازدواج نموده. فرزندی از آنها وجود نیامد. بعدا زربانو کیکی از رئیسان کیشکور بود در پیش نکاح میکند. از زربانو یک پسر داد محمد و یک دختر به نام دره ملک پیدا شد. داد محمد پدر خیر بیبی مادر حاج کادر بخش راستکی است. دره ملک بعد از فوت یار محمد بهرام میر تاج محمد نکاح می کند. عبدالله پدر حاج کادر بخش راسکی و مهرک مادر حاج بهرام دین محمد راسکی با برادر و خواهران پیدا می شود. دوم میر عبدالرحیم فرزند میر عبدالکریم. میر عبدالرحیم که یکی از بران پیشین نکاح می کند. میر علی خان و میر یار محمد بانو پریبانو روز خاتون پیدا می شود. میر علی خان خان بی بی فرزند میر یار محمد و دره ملک را نکاح می کند. میر دوست محمد با برادران و خواهران پیدا می شود. یار محمد فرزند دوم میر عبدالرحیم یکی از بران پیشین را نکاح می کند. عبدالکریم میر شیران و دادالله از آنها پیدا می شوند. بانو پری را میر فقیر محمد نکاح می کند. میر غلام احمد و خواهرش پیدا می شوند. بانو روز خاتون را میر حسن نکاح می کند. بانو ناز ملک پیدا می شود که آن را میر غلام احمد ازدواج می کنند. میر شیر محمد و میر ولی محمد و میر داد محمد بانو روز خاتون پیدا می شود. و بعدی عبدالوهاب فرزند عبدالکریم. میر عبدالوهاب یکی از بزرگزادگان فیروزآباد را نکاح می کند. دختر زادهش را میر شیران پیشین نکاح می کند. فرزندانش میر شیران نویرگان عبدالوهاب هستند. بعدی بانوک ملک ناز دختر عبدالکریم. بانوک ملک ناز را میر تاج محمد راسکی نکاح کرده که 6 پسر دارند: میر حسن، میر دوستین، میر بهرام، میر عیسی، میر دادالله، میر مراد.
نسل ایشان بعداً به سلسله میر تاج محمد بیان می‌گردد. بعدی بانوک دوربیبی دختر میر عبدالکریم. بانوک دوربیبی را شیخ قاسم گیچکی ازدواج کرده و دو پسر و دو دختر پیدا می‌شوند. پسران سردار بایی خان، میر فتح خان، بانو عایشه و بانو صاحب خان فرزندان صاحب خاتون را همه می دانند. سردار مهراب خان، میر سرفراز خان، میر رستم خان، شیخ عمر خان با خواهران بودند. فرزندان میر فتح خان، شیخ قاسم و عبدالکریم با خواهران کلاتک سکونت کرده اند. فرزندان بانو عایشه، سردار میر مراد و محمد مراد با خواهران به تنب ساکن بودند. بعدی بانوک صاحب خاتون، بانوک صاحب خاتون را سردار فقیر محمد بیزنجو نکاح کرده. میر کمال خان پیدا می شود. مادر شیر محمد و میر حسن هم خواهر سردار بایهان که نام آن را یاد ندارم. نور بیبی دختر میر عبدالکریم، نور بیبی بلوک یا جده بزرگزادگان است. نور بیبی بنت میر عبدالکریم، جده بزرگزادگان است، بزرگزادگان سراوان، نسکند، کرگین، سرباز، دپکور، پیروزآباد، تراس. نور بیبی جده بزرگزادگان است. بزرگزادگان دزدکی می باشند، مگر ایشان هر دو به میر عبدالکریم خان ملحق می شوند و شش فرزندان میر عبدالکریم از شکم بانو مهدیم تولد شدند که بیان کردم. بعد میر عبدالکریم خان سلطان ملک خواهر دور محمد بزرگزاده سربازی را نکاح کرده و دو فرزند به نام میر عبدالنبی و بانو تلی خاتون پیدا می شوند. میر عبدالنبی هم سه فرزند به نام ملک بیگ، مهراب و سلطان ملک داشته. فرزندانش ابتر و سرباز و راسک موجودند. بانو مهر ملک والده حاجی نواب خان، پدر حاجی کریم بخش سیدی راسک و بانو زرگل، بی بی زرگل که مادر حاجی ایوب خان هست و غیره. اولادان حاجی محمد حسن در کسرکند هیت سکونت دارند. بعدن میر عبدالکریم خان دختر شیخ مهراب بارکزهی را نکاح می کند. سه فرزند به نام میری ملک، به نام دختر میر مهراب خان بارکزهی را نکاح می کند واجه میر عبدالکریم. سه فرزند به نام میر ملک بیک، دو دختر که نامشان در ذهنم نیست. ملک بیک جد مادری حاجی مراد خان، فرزند میر مهم خان کومیتگی و عبدالکریم و حاجی علم خان و غیره می باشند. خواهر دوم ملک بیک را نصیر خان پارودی نکاح کرده، بانو شهبیبی از اولادانش. بعدن میر عبدالکریم یکی از امیران دفکور را نکاح کرده که از آن پیدا می شوند آزاد خان، پسر علی خان، حاجی قاسم دفکوری و میر دره و حاجی حشرف دفکوری. بعدن میر عبدالکریم خان یکی از رئیسان بندان نکاح می کند، بانو لکی. بانو لکی را میر صاحب خان شنبهزایی نکاح می کند. محمد خان، جنت خاتون و ملک خاتون و صاحب خاتون پیدا می شوند. فرزندان محمد خان، میر شیحک کوهمیتگی با خواهران و برادرها، فرزندان میر جنت خاتون، بانو روز خاتون و بانو ایمنه می باشند. فرزندان بانروز خاتون میر دوست محمد خان، میر نوشیروان، برادر خواهران فرزندان ایمنه دادالله و میر تاج محمد کومیتگی بودند. و اما میر دادکریم، میر رضایی دو پسر داشت. میر دادکریم دومی میر مزار، فرزند میر مزار. باز میر رضایی فرزند میر رضایی، میر میداد دختر گنی خان فیروزآبادی ایمنه نام را ازدواج کرده. میر مزار پیدا می شود. میر مزار و بانو سنگین را که از بران بافتان است نکاح می کند. میر عبدالکریم بانو محبیبی پیدا می شوند. فرزندان میر عبدالکریم بانو محبیبی فقیر محمد، مزار، رضایی، شهربانو هستند. فرزندان بانو محبیبی میر دوستین، بانو صدگنج، اجداد
اجداد محمد و مراد محمد که فرزندان نظر محمد هستند غالبا از همان میر رضایی هستند، مگر اطلاع ثبوتی در دست ندارم. از این به بعد همین میرداد کریم که برادر میر مزار بوده، یکی از نوازیان پارود به نام بانو سنگین را ازدواج کرده و به نام میر تاج محمد و دین محمد یک دختر به نام صدگنج گنج هاتون پیدا می شوند. میر تاج محمد قلعه راست و میر دین محمد قلعه فیروزآباد می نشینند. بانو گنج هاتون را میر قاسم شنبیزهی ایرفشان نکاح می کند و دو دختر که مادر میر غلام رسول خان سیبی است و دیگری مادر میر قاسم خان دفکوری است پیدا می شود. ذریاتش غیر از این میر دین محمد برادر میر تاج محمد راسکی فرزند میر داد کریم. میر داد محمد فرزند میر دین محمد فرزند میر تاج محمد. میر دین محمد قلعه فیروزآباد سکونت داشته، یکی از شنبهیزیان ایرفشان نکاح می کند. مادر میر اشرف بانو ملک و پدر میر قاسم دفکوری که میر عبدالقادر نام داشته اند برادر خواهرند. فرزندان میر دین محمد یکی میر اشرف و میر یار محمد و میر حیات و یک دختر نام آن را نمی دانم پیدا می شوند. خواهرانشان را میر سنبوت خان مگسی نکاح می کنند. نصیر خان و مهراب خان پیدا می شوند. اولادانشان تا کنون در مگس موجودند. یار محمد در این ملک میرداد الله را نکاح می کند. یار محمد در این ملک نکاح می کند. خان بی بی پیدا می شود. خان بی بی مادر میر دوست محمد و علی خان است. علی محمد خان است. با برادران و خواهرش میر اشرف اولاً خواهر پسند خان کرد را نکاح می کند. عقابی از آنها باقی ندارند. بعدن دختر عبدالخان را در جنگل ازدواج می کند. حاجی اشرف، حاجی حیات و مراد محمد پیدا می شوند. بعدن دختر میر رحمدل کهروکی را نکاح می کند. مراد محمد و پیربخش با خواهران پیدا می شوند. اولادان دی محمد که ساکن پیرزباد بودند از اینجا تمام شد. پس از ایشان میر تاج محمد فرزند سوم میر داد کریم. نام اولادا آن را می نویسم. میر تاج محمد اولا بانو عایشه را که فرزند میر نواب و خواهر ملا میا خان پارودی از نکاح می کند. پنج پسر میر غلام محمد، جان محمد، میر دورا، سید خان، داد کریم، میر تاج محمد، بعد بانو ملک ناز را که پدرش میر عبدالکریم، مادرش بانو مهدیم است، امیر بدرالدین است ازدواج می کند. پسرانی به نام زیر پیدا می شوند. میر حسن، میر دوستین، میر بهرام، میر ایسا، میر دادالله، میر مراد مذکور جمعاً 11 پسر داشته. اولادان 11 برادر بر ردیف بیان خواهم کرد. میر غلام محمد یک پسر نام میر بایی خان، یک دختر که نامش ندانم. دخترانش را آزم خان صدازهی نکاح می کند. حاجی بایی خان پیدا می شود. اولادانش با پیوستن میر باییان غیر از میر برام خان پیشینی فرزند دیگری نداشته. میر جا محمد بانو ناز خاتون خواهر میر نواب خان بافتانی را نکاح می کند. حاجی مولداد خان و بانو شهربانو سلطان ملک پیدا می شوند. و تا ادامه برنامه دیگه گشتر وقت ندن، ایشی شجره نامه ایت که ما کموکی پیش داشت و چیزی که واجه خلیفه داد محمد راسکی نوشتگد و دکتر زند مقدم کتابا یهتگد ما پشما بیان کرد و ایشت می 21 راج دفتر در مورد بلیدیان گه و سرباز و فیروزآباد و راس که انشاءالله تا دیگه راج دفتری و دیگه پروگرامی شما درستانا با الله سپاران الله میارو با هوتید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مافکنی که من سرچو پنشان کتا و زبر نتوند گو شما گب بجنا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.